برای صحبت بیشتر در این خصوص مهدی حمزه سخنگوی مؤسسه مصباح حسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا همراه ما هستند. با سلام و عرض ادب آقای حمزه، یکی از سوالاتی که در این خصوص پرسیده میشه این است که به دست آوردن مقام مشورتی سازمان ملل متحد توسط مؤسسه مصباح حسین علیه السلام چه اهمیتی دارد و جایگاه این مؤسسه را در آینده فعالیت‌های آن چگونه ارتقا خواهد داد؟ سلام به دفعه آقای محمدی و پرسنل خوب احوال شیعه در شبکه جهانی امام حسین. ممنونم از دعوتتون. شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل با نام اختصاری ایکوساک یکی از 6 رکن اصلی سازمان ملل است که فصل 10 منشور سازمان ملل رو برای خودش داره. این بخش به صورت چرخشی از بین 54 کشور عضو سازمان ملل اداره میشه. تا کنون بیش از 5000 سازمان غیر دولتی از سراسر کره زمین موفق شدن عضو مقام مشاوره‌ای سازمان به دست بیارن که از این بین حدود 250 مؤسسه غیر دولتی عراقی هستند. دستیابی به این جایگاه مستلزم اینه که این سازمانهایی که میخوان عضو این مقام مشورتی بشن چندین سال فعالیت مؤثر و مستمر داشته باشن و با رعایت بی‌طرفی برای اقدامهای بشردوستانه در موارد مختلفی که جزء امور سازمان ملل هست تلاش کرده باشن. برای عضویت مراحل خیلی زیادی رو باید پشت سر می‌گذاشتیم که ما الحمدلله از سال 2018 این تأسیس مؤسسه حدود 7 سال پیش شروع به این فعالیت داشتیم که الحمدلله در روز چهارشنبه گذشته 28 می 2024 موفق شدیم عضویت رو به دست بگیریم. برای رسیدن به این جایگاه باید از فیلترهای خیلی مختلفی گذشت و دستگاه‌های مختلف سازمان ملل فعالیت‌های مؤسسه رو با دقت ارزیابی و کنترل می‌کنند. فیلترهایی مثل بررسی امور اساسنامه، نحوه مدیریت سازمان، چارت سازمانی و خصوصاً گزارش‌های مالی چند سال اخیر رو توسط نماینده‌های 20 کشور عضو ایکوساک در محل سازمان ملل نیویورک انجام می‌دهند. که الحمدلله تونستیم این مراحل رو پشت سر بذاریم. لذا دستیابی مؤسسه مصباح حسین هم نشانه موفقیت این مؤسسه و تلاش‌ها و اقدام‌های خیلی مؤثر آن نشون میده که اینا خیلی مؤثر بوده در سازمان ملل و تونستیم این عضویت رو به دست بیاریم. به دست آوردن مقام مشورتی سازمان ملل متحد فرصت‌های بیشتری رو برای شرکت در گفتگوهای بین‌المللی در مورد مسائل توسعه بشردوستانه فراهم می‌کنه و همچنین توانایی مؤسسه مصباح حسین را برای جمع‌آوری منابع و دستیابی دستاوردهای جدید با مشارکت دیگر مراکز مؤثر در جامعه بین‌المللی و کمک‌های به شهردوستانه به نیازمندان به خصوص شیعیان و مردم مظلوم در کشورهای مثل عراق و افغانستان افزایش میده. از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما را به خدا میسپارم. مهدی حمزه سخنگوی مؤسسه مصباح حسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا.